جنجال در برنابئو، داور علیه رئال مادرید. مسی: امباپه دوست نزدیک من است. ملیتاو و بنزما در انتظار نظر نهایی پزشکان رئال. یک برزیلی جانشین احتمالی لواندوفسکی در بارسلونا. جنجال جدید رونالدو در عربستان، بلند شو تمارز نکن. سناریوی بیرحمانه یوونتوس برای پوگبا. پارز سلام و خوش آمدید، لیکن ویدیو برای شما بی هزینه و برای ما با ارزش است. برای دریافت ویدیوهای بیشتر هم کانال ما را سابسکرایب کنید. ممنون از محبت شما. چلسی 0 فولام 0. پول با تنهایی 3 امتیاز نمی آورد. چلسی در دیدار خانگی مقابل فولام با تساوی 0-0 متوقف شد. آبی‌های لندن که در بازار نقل و انتقالات زمستانی خریدهای زیادی انجام دادند، امشب مقابل فولام موفق به گلزنی نشدند و در نهایت به تقسیم امتیازات رضایت دادند. اعلام بهترین های ماه جنوری لیگ برتر انگلیس. میکل آرتتا بهترین مربی ماه جنوری لیگ برتر شد و مارکوس راشفورد نیز عنوان بهترین بازیکن این ماه را از آن خود کرد. اتحادیه فوتبال انگلیس بهترین های ماه جنوری لیگ برتر را معرفی کرد و بر این اساس میکل آرتتا مربی اسپانیوی آرسنال بهترین مربی ماه شد. این برای سومین بار در فصل جاری است که این عنوان را از آن خود میکند. مارکوس راشفورد نیز به عنوان بهترین بازیکن ماه جنوری لیگ برتر انگلیس انتخاب شد. او در ماه سپتامبر نیز فاتح این جایزه شده بود و اکنون برای دومین بار در طول فصل جاری به عنوان بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شناخته میشود. راشفورد در ماه جنوری در 4 بازی لیگ برتر موفق به زدن 3 گل شد که یک از آنها گل پیروزی بخش منچستر یونایتد مقابل منچستر سیتی بود. توییتر: رونالدو بعد از اولین گل برای النصر. فوق ستاره پرتغالی النصر از گلزنی برای این تیم در یک مسابقه بسیار حساس ابراز خوشحالی کرد. در دیدار از هفته 15 لیگ حرفه ای عربستان، النصر مهمانی الفت بود. این تیم با گل دقایق واپسین کریستیانو رونالدو با تساوی 2-2 مقابل میزبان خود دست یافت تا به لطف تفاضل گل بهتر صدرنشینی اش در صدر جدول رده‌بندی را تداوم بخشد. رونالدو در حالی که برای سومین بار برای النصر به میدان میرفت، خیلی زود در دقیقه 24 دروازه حریف را باز کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد. او یک بار هم در ادامه کار تیر دروازه حریف را به لرزه درآورد و در نهایت در دقیقه 92 توانست اولین گل خود را در فوتبال عربستان به ثمر برساند. کریس این گل را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند تا تیمش را از شکست نجات داده و استرس زدن اولین گل را هم پشت سر بگذارد. او ساعتی بعد از پایان بازی در توییتر خود تصاویر از بازی با الفتح را منتشر کرد و نوشت: خوشحالم که اولین گلم را در لیگ عربستان به ثمر رساندم. این یک تلاش بزرگ از سوی کل تیم در دور دشوار بود که به مساوی مهم انجامید. انتقاد شدید نویر از تصمیم جنجالی بایرنی ها. مانوئل نویر تا اظهارات قابل تأمل به انتقاد از اخراج تونی تاپولوویچ از بایر مونیخ پرداخت. مانوئل نویر در بخش از مصاحبه اخیر خود با یک رسانه آلمانی به صورت آشکار از تصمیم باشگاه بایر مونیخ مبنی بر اخراج تونی تاپولوویچ انتقاد کرد. او در این مورد گفت: این اتفاق شوک بزرگی به من وارد کرد، همانطور که برای تونی همین گونه بود و اصلا متوجه نشدم چرا چنین اتفاقی رخ داد. تونی نه تنها برای من بلکه برای همه دروازه‌بان‌های بایر مونیخ یک مربی ایدئال بود. او همیشه کنار ما و کمک حال ما بازیکنان بود. او 11 سال و نیم برای تیم زحمت کشید و شایسته چنین رفتاری نبود. نویر در ادامه انتقادات خود با لحنی تندتر گفت: این یک اتفاق تکان دهنده بود که قلب من را به درد آورد. با اتفاقات بسیار مفاجئ شدم، اما این احمقانه ترین اتفاقی بود که در طول دوران حرفه‌ایم تجربه می کنم. تونی تاپولوویچ که در دوران هانسی فلیک با یک رتبه ترفیع از مربی دروازه‌بانان به دستیار سرمربی تبدیل شده بود، بعد از حضور یولیان ناگلزمان در رأس کادر فنی بایر مونیخ به پست قبلی خود برگشت و در ادامه نیز به دلیل اختلاف نظر با این سرمربی جوان از کادر فنی کنار گذاشته شد. ملیتاو و بنزما در انتظار نظر نهایی پزشکان رئال. مصدومیت ادیر ملیتاو و کریم بنزما شدید نیست و احتمالاً به جام باشگاه جهان خواهند رسید، ولی نظر نهایی پزشکان فردا اعلام می شود.
شب گذشته رئال مادرید در برنابئو موفق به شکست والنسیا با نتیجه 2-0 شد، ولی در جریان این بازی دو بازیکن تاثیرگذار خود را به دلیل مصدومیت از دست داد. ابتدا در میلیتائو بود که به دلیل مشکل همسترینگ تعویض شد و جای خود را به دنی کارواخال داد و در ادامه کریم بنزما هم به دلیل مصدومیت عضلانی از ناحیه ایران تعویض شد. رئال یکشنبه در زمین مایورکا به میدان خواهد رفت و میلیتائو و بنزما قطعا این بازی را از دست خواهند داد. طبق اعلام مارکا امروز قرار است پزشکان رئال نظر نهایی و دقیق خود در مورد وضعیت مصدومیت این دو بازیکن را بدهند، ولی نتایج اولیه نشان می‌دهد هر دو به جام باشگاه جهان خواهند رسید. مارکا نوشته است که وضعیت کریم بهتر از میلیتائو است و به خاطر احتیاط و ریسک از دست دادن نیمه نهایی جام باشگاه جهان برابر مارکا استراحت خواهد کرد. جنجال جدید رونالدو در عربستان، بلند شد تمارز نکن. رونالدو که در لحظات پایینی دیدار بال فتح عصبی بود، باعث ایجاد یک تنش کوچک در محوطه جریمه حریف شد. تلاش‌های النصر برای رسیدن به گل تساوی بی نتیجه بود و همین مسئله نیز باعث عصبانیت کریستیانو رونالدو شده بود. علاوه بر اینها، اتلاف وقت بازیکنان الفتح بر خشم فوق‌ستاره پرتغالی افسوده بود و همین مسئله سبب شد تا او در لحظات پایینی بازی با بازیکنان حریف درگیر شود. در دقیقه 89 این مسابقه و پس از یک ارسال بروی دروازه الفات، مدافع میزبان در برخورد با رونالدو روی زمین افتاد و در حالی که سرش را بین هر دو دست گرفته بود از درد به خود میپیچید، حرکتی که مشخصا برای اتلاف وقت بازی از سوی بازیکن عربستانی صورت گرفت، چرا که برخورد جدی میان او و کریستیانو رونالدو رخ نداده بود. البته این مسئله با واکنش رونالدو همراه شد. فوق‌ستاره پرتغالی که از حرکات مدافع حریف متعجب شده بود، پس از اینکه بالای سر مدافع الفات حاضر شد، بابت این تمارز و اتلاف وقت به او ماتره شد و تلاش میکرد تا با گرفتن دستان امارت دهیم او را از روی زمین بلند کند. مسئله که با واکنش این بازیکن نیز همراه شد. سناریوی بیرحمانه یوونتوس برای پوگبا. بانوی پیر در اندیشه خلاص شدن از شر ستاره گران. به نظر میرسد که پایین پول پوگبا در یوونتوس خیلی دوستانه رقم نخورد. بر اساس گزارش‌های عجیب اما واقعی، باشگاه یوونتوس در حال بررسی شرایط فروش پول پوگبا یا حتی فسخ قرارداد اوست. این هافبک 29 ساله فرانسوی جولای 2022 از منچستر یونایتد به یوونتوس برگشت. با این حال، طی هفته‌های اخیر به دلیل مصدومیت‌های متعدد نتوانست برای بانوی پیر به میدان برود. پوگبا پس از آسیب زانو نیاز به جراحی داشت و سپس به دلیل کشیدگی ران جام جهانی 2022 قطر را از دست داد. پس از اینکه نامی و بعد از مدت‌ها در لیست یوونتوس مقابل منزو قرار گرفت، ماکس آلگری اعلام کرد که بازیکن هنوز از درد عضلانی رنج می‌برد که بازگشت مورد تاییدش را با تأخیر مفاجئ کرد. حالا در ایمیل به اسناد دستیافته و مده است که باشگاه یوونتوس در حال بررسی امکان خروج این بازیکن در تابستان پیش روست. فسخ قرارداد 130 هزار پوندی در هفته که تا سال 2026 اعتبار دارد دیگر سناریویی است که اگرچند غیر ممکن، اما به عنوان احتمال دیگر که یوونتوس آن را بررسی می‌کند یاد می‌شود. مسی، امباپه دوست نزدیک من است. لیونل مسی ستاره آرژانتینی مدعی شده است که هیچ مشکلی بین او و کلین امباپه نیست. درگیری بین مسی و امباپه از فصل گذشته و اتفاقاتی که در زمین و در تمرینات پاریس سن ژرمن رخ داد و در جام جهانی 2022 قطر به اوج خودش رسید. این دو بازیکن در دیدار فینال روبروی یکدیگر قرار گرفتند و این آرژانتین بود که با درخشش مسی موفق جام قهرمانی را از آن خودش کند و فرانسه نتوانست از عنوان قهرمانی اش دفاع کند. تنش در روابط بین این دو بازیکن در این بازی بالا گرفت و بسیاری حتی مدعی شده بودند که این ستاره فرانسوی به حد ناراحت بوده که تمرینات پی اس جی را ترک کرده تا در زمان بازگشت مسی به تمرینات حاضر نباشد. حالا مسی در گفتگو با اوله مدعی شده که این موارد درست نیست و او رابطه خوبی با امباپه دارد. این بازیکن در این باره اظهار داشت: ما درباره بازی، درباره جشنی که مردم در آرژانتین گرفته بودند و اتفاقاتی که اینجا رخ داده بود با امباپه حرف زدیم. هیچ چیزی پیش نیامد و ما رابطه بسیار بسیار خوب و نزدیک داریم. جنجال در برنابئو، داور علیه رئال مادرید. دیدار پربرخورد شب گذشته رئال مادرید برابر والنسیا با اشتباهات متعدد داوری از نگاه کارشناسان همراه بود. این دیدار از همان ابتدا بسیار پربرخورد بود و تنش زیادی در آن حس میشد. خطایی که در دقیقه پنجم این بازی روی پای ادواردو کوماوینگا انجام شد باعث شد که ساموئل کاستیخا در آستانه دریافت کارت سرخ قرار بگیرد. اترالد گونزالس کارشناس داوری در این باره با آیس و کادناسر گفت اگر کمک داور ویدیویی دستور بررسی صحنه و دادن کارت سرخ به او را میداد، والنسیا حق شکایت و ابراز ناراحتی نداشت. او از پشت کوماوینگا را زد.
اوج جنجال مربوط به گل رئال مادرید بود که توسط آنتونیو رودیگر به ثمر رسید. اما داور به دلیل خطایی که کریم بنزما مرتکب شده بود و با تذکر کمک داوری ویدئویی آن را مردود اعلام کرد. گونزالس درباره این صحنه اظهار داشت: نباید برای بررسی یک گل و چنین صحنه از تصاویر راهسته استفاده کرد. بنزما در این صحنه با بازیکنان والنسیا برخورد داشت، اما فوتبال همین است. اگر این صحنه از نظر کمک داوری ویدئویی خطا بود، پس چرا در صحنه خطای کاماوینگا دخالت نکرد؟ اتفاقات داخل زمین را نباید با حرکات آهسته بررسی کرد. یک برزیلی جانشین احتمالی لواندوفسکی در بارسلونا. باشگاه بارسلونا به دنبال جذب مهاجم 17 ساله برزیلی است تا او را به جانشین لواندوفسکی تبدیل کند. این مهاجم پرسابقه خیلی زود در فوتبال اسپانیا جا افتاد و اینک با 14 گل در 16 بازی بهترین گلزن لالیگا است، اما با توجه به سن سالش خیلی نمیتوان در دراز مدت روی حساب باز کرد. قرارداد این ستاره 34 ساله تا سال 2026 اعتبار دارد، اما با توجه به شرایط سنی او بارسلونا در تلاش است تا جانشین مناسب برای این ستاره لهستانی پیدا کند. طبق ادعای موندو دیپورتیوا، ویتور روکه بازیکن 17 ساله اتلتیکو پارانا انزه به شدت مورد توجه بارسا قرار گرفته و از او به عنوان آینده خط حمله تیم ژاوی یاد می شود. در گزارش مربوط به این خبر آمده که ویتور روکه تابستان آینده از برزیل راهی بارسلونا خواهد شد. این مهاجم جوان در اولین فصل حضور خود در پارانا انزه با 7 گل و 3 پاس گل خوش درخشید. او کمک شایانی به فینال شدن تیمش در لیگ قهرمانان آمریکای جنوبی کرد و در یک چهارمی نهایی و نیمه نهایی 1 گل و 2 پاس گل به نامش ثبت شده است.